با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. دلجویی نفیسه روشن، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، بعد از خیانت‌های همسرش به او جنجالی شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. نفیسه روشن، بازیگر سینما و تلویزیون، چند روز پیش با منتشر کردن یک لایو اینستاگرامی اومد و خطاب به خانوم‌ها گفت: من یک نصیحت به خانوم‌های کشورم دارم. خانوم‌های عزیز، لطفاً دوستانتون رو وارد روابط خانوادگی و خصوصیتون نکنید، چون یهو میان زندگیتون رو زیر و رو میکنن و میریزن به هم. به هیچ عنوان به دوستاتون اعتماد نکنید. فقط سعی کنید خودتون رو دوست داشته باشید. فقط عاشق خودتون باشید. چون همون دوستا یه روزی میان و به شما خیانت میکنن و کلن دیگه زندگیتون به حالت اولیه بر نمیگرده. خانم نفیس روشن که چند سالی از طلاقش نمیگذره، تازه امروزها یه مشکلاتی براش پیش اومده که میاد این حرفای جنجالی رو میزنه و به طور مستقیم به خیانت همسرش با دوستش اشاره میکنه که چند سال پیش هم آقای امین فردین، خبرنگار پرحاشیه، اومد و یه تیکهی به خانم نفیس روشن انداخت و گفت: خانم نفیس روشن، شوهرتو جمع کن و مراقب کاراش باش که خیلی داره شلوغ میکنه. خانم نفیسه روشن هم چند سال بود که اصلا ماجرای طلاقش رو پنهان میکرد و همین چند وقت پیش با منتشر کردن فیلم عروسیش جنجالی در رسانه ها به پا کرده بود. و اما بعد از مدتی جدایی خانم نفیسه روشن از همسرش لو رفت و خانم نفیسه روشن چند روز پیش با بستری شدنش در بیمارستان بهمن اومد و یک لایوی رو منتشر کرد و خطاب به خانوم‌ها گفت: خانوم‌ها لطفاً دوستاتون رو وارد روابط خصوصی زندگیتون نکنید که یهو با در دوستی میان و با دشمنی زندگیتون رو میریزن به هم. که خانم نفیسه روشن هم بعدش گفتش که: درد دارم، دلم شکسته، قلبم شکسته، روحم آزرده است، ولی من سعی کردم که قوی باشم. اومد از این حرف رو زد و یکم هم گریه کرد که خلاصه همین باعث جذب فالوور بیشترش شد. اما چند روزی از همین لایو جنجالی و پرحاشیه خانم نفیسه روشن نگذشته که خانم نفیسه روشن اومده از همسری که بهش خیانت کرده دلجویی میکنه. جالب نیست؟ خانم نفیسه روشن با منتشر کردن یک پست اینستاگرامی اینچنین نوشته: عزیزم سلام، خواستم ازت دلجویی کنم. ببخش اگه این چند روز یه مشت آدم احمق و بیسواد و کثیف فضای مجازی دلتو شکوندن، چون به حق کثیفن و از تیتر کثیف نون حروم میخورن. حرفای منو به تو نسبت دادن. میخوام جلوی میلیون ها بگم تو صبورترین و مهربونترین مرد دنیا بودی، با شعورترین و با ادبترین، ولی افسوس که گول اطرافیانو خوردیم، هر دو تو کارمون، هر دو با هم. یه مشت کثافت مجازی اینستا و حقیقی اطراف جدامون کردن، آدمهای علافی که همش تو دایرکت آدمهای متأهلن. از خودی تا غریبه، تمام آدمهایی که نه عشقای تو رو دیدن نه عشقای منو، 4 سال از نبودن کنار هم گذشت، ولی تو همچنان مرد بمون. خوشبختیت آرزومه که ببینم که شدن حسودات رو، اونایی که هنوز با کثیفی قلبشون منو تو رو قضاوت میکنن. مراقب مرد بودنت باش کاپیتان، که دیگه مرد نداریم، حداقل از نگاه من، جز تو مرد ندیدم. خدا مراقب خودت و مسافرها باشه. تا آخر عمرم به ادب و شورت افتخار میکنم. حالا منتظرم ببینم با شرف کیه اینو تیتر کنه. دوستان عزیز، همونطور که میبینید متاسفانه هنرمندانی که باید به ادب و شور و فرهنگ شهرت داشته باشن، متاسفانه به خاطر جذب فالوور بیشتر روابط خصوصیشون رو میان در رسانه ها منتشر میکنن و دیگران رو نصیحت میکنن، مثل همین نفیسه روشن خودمون.
که بعد میان ماجرا رو میکشونن به فضای مجازی و مردم رو وارد حاشیه‌های زندگیشون میکنن. بعد از اینکه خلاصه یکم فالوور بیشتری رو جذب کردن و مشهورتر شدن، میان مردم رو فوش میدن. آخه خانم نفیس روشن، کسی که در جریان زندگی شما نبود، خودت اومدی گفتی که نمیدونم به همسرتون، به دوستاتون اعتماد نکنید، خودتون رو دوست داشته باشید، نمیدونم پلنگای دور اطرافتون رو راه ندید تو زندگیتون. آخه این چه کاریه بعد به مردم فوش میدی؟ خانم نفیس روشن و امثال بازیگر نماهایی چون نفیس روشن که در سینما و تلویزیون دیگه جایگاهی ندارن، چون نه زیبایی آنچنانی دارن، نه بازیگری بلدن و نه اصلا تو زمان بازیگریشون شهرت زیادی داشتن، بالاخره مجبورن تو این اوضاع احوال از یه راهی پول در بیارن و از یه راهی مشهور بشن دیگه. خانم نفیس روشن قبل از این ماجراها اصلا فالوور زیادی نداشت. خانم نفیس روشن ابتدا اومد با ببر و پلنگ و الاغ و خر و حیوانات مختلف عکس گرفت و در رسانه‌ها منتشر کرد و گفت من اصلا از حیوانات وحشی و اهلی استقبال میکنم و بهشون علاقه دارم. و بعدم اومد گفت من ببر خونگی دارم، پلنگ خونگی دارم. بعدش هم با همین عکس گرفتن با حیوانات یکم مشهورتر از قبل شد. خانم نفیس روشن چند وقت پیش اومد با منتشر کردن مراسم ازدواج و عروسیش در رسانه ها بازم سوژه شد و همه گفتن به به، خانم نفیس روشن چقدر خوشبخته، خانم نفیس روشن چقدر خوشگله. خانم نفیس روشن بازم موفق شد که یکم فالوورهای بیشتری رو داشته باشه. بعد دید که نه، دیگه از دنیا جهان بعد خیلی عقب مونده. اومد دید که اوضاع خرابه و شروع کرد به حاشیه سازی و گفت دارم درد میکشم، قلبم به درد اومده، دارم زجر میکشم. بعدش هم گفتش که زندگیمو نابود کردن دوستامو، از اینجور حرفا. بعدش هم اومد توی لایو دیگه گفت من از دوستام عذر میخوام، اتفاقا من دوستای خیلی خوبی دارم. دوستام توی این چند روز پیش که من لایو گذاشتم و از خانوما خواستم که دوستاشون اعتماد نکنن و اونا رو وارد زندگیشون نکنن، پیام دادن و گفتن نفیس آخه این چه کاری بود که کردیم؟ مگه ما به تو خیانت کردیم؟ من خواستم بگم که من حرفم رو پس میگیرم، من اصلا از این حرفا نزدم، شما بعد متوجه شدید. خانم نفیس روشن مگه میشه چند میلیون نفر آدم همه اشتباه کنن و شماها راست بگید؟ خانم نفیس روشن این کلک ها دیگه قدیمی شده. خانم نفیس روشن بعد از اعلام کردن ماجرای خیانت همسرش با دوستش که ریخته بودن رو هم، یه روز اومد با یک لایو دیگه از دوستاش تعریف و تمجید کرد و یک روز دیگه با منتشر کردن یک پست جنجالی از همسرش دلجویی میکنه و میگه تو بهترین مردی هستی که من تا حالا به عمرم دیدم. مرد من هیچکی مرد نیست، فقط تو مردی. ای بابا. دوستان عزیز، لطفاً در قسمت کامنت ها نظراتتون رو راجع به این هنرمند نماها برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ممنون از شما.